الان داشتیم توی راه می اومدیم، بعد یه آقایی داشت از خیابون رد می شد، دوستش رو دید مثلا اون طرف، یکی که می شناخ همسایش، نمی دونم کی بود، بعد بای سلام علیک کرد، بعد اینجوری کرد، یه علامتی دارن آدم ها استفاده می کنن که مثلا در قلب منی، مثلا اینجوری می کنم، مثلا چاکرین فلان. بعد داشتم به این فکر می کردم که چقدر یه سری حرکات بدن آدم ها که با دستاشون رو اینا انجام میدن، حرکات اشاره است، حرکات قشنگیه، چقدر باعث ایجاد صمیمیت میشه و فکر میکنم که حواسمونم بهش نیست زیاد، مثلا همین حرکت، یا مثلا مثل این سلام علیک، یا اینکه تعظیم میکنه کسی به طرف کسی که مثلا من برات احترام قائلم، مثل صبح بخیر گفتن، مثل وقتی وارد یه مغازه میشی همیشه بهت خوش آمد میگن، اینجا همیشه وقتی وارد مغازه میشی همیشه اولین حرفشون اینه خوش گلدنس، خوش اومدین. اینا چه رفتارهای زیبای انسانیه که انقدر برای آدم عادی میشه که دیگه بهش فکر نمیکنه، دیگه طبیعی میشه واسش، به نبودش فکر نمیکنه، به این فکر نمیکنه که اگه آدم ها اینا رو نداشته باشن چقدر همه چیز سرد میشه. داشتم به این فکر میکنم و بعد توی مسیر که داشتیم میومدیم با مشتبه داشتیم در مورد سنس آف هیومر صحبت میکردیم، قوه طنز، اهمیت سنس آف هیومر اشاره میکردیم توی زندگی. یه بار توی اینستاگرام یه پست گذاشته بودم در موردش صحبت کردیم، بعد داشتم میگفتم که سنس آف هیومر تو زندگی من خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، خستگی منو میگیره، من همیشه سعی میکنم مثلا تو تمام لحظات زندگیم باشه با هم، چه دعواهایی که با سنس آف هیومر ختم به خیر میشه، یا احساس خوبی که آدم میتونه به اطرافیانش بده، مثلا اونایی که مثلا غریبه هستن. بعدش هم تو این پست تعریف کردم، بچه وقتی تهران بودم همیشه هر وقت سفارش اینترنتی میدادیم، مثلا پیتزای چیزی میخریدیم، اسمم و نام کاربریم و همیشه میزدم یه سه خنده دار میزدم، مثلا میزدم یلدا خانوم گل، اینجوری میگم اسم و فامیل و اسمو میزدم یلدا، فامیل رو میزدم خانوم گل، همچین چیزایی که برای خودم خنده داره، ممکنه اصلا طرف رو نخونده نخندونه و اصلا طرف متوجهش هم نشه، ولی برای خودم احساس خوبی رو ایجاد میکرد. یا مثلا وقتی غذا سفارش میدادیم تو اون قسمت توضیحات اضافهش همیشه اسم با نمک مینوشتم، مثلا مینوشتم لطفا عجله کنید ما خیلی گشنه ایم، یا مثلا داریم از گشنگی میمیریم، چیزای این شکلی. و شاید آدم فکر کنه که این چیزا تأثیری نداره، ولی نه تنها رو خود آدم تأثیر داره، بلکه اون لحظه ای که یک ثانیه باعث بشی یه نفر دیگه وسط کارش، وسط روزمرگیش لبخند بزنه، به نظر من خیلی ارزشمنده. مشتاق داره در مورد کار صحبت میکنه با دیولوپرمون. بعد یادم سر کلاسای زبانم موقع که حضوری درس میدادم 8 سال 10 سال پیش، یادمه که بعضی وقتا یه طنزایی به کار میبردم سر کلاس که آدم ها متوجه نمیشدم، ولی خودم خیلی خندم میگرم، بعد تو ذهنم واسه خودم مثل مهران مدیری که بعضی وقتا برمیگرده به دوربین نگاه میکنه، یه دوربین خیالی همیشه داشتم سمت راستم که تو تخیلاتم بودن، یه چیز خنده‌دار که میگفتم بقیه نمیخندیدن، همیشه برمیگشتم اینجوری نگاه میکردم اصلا به دوربینه، اینجوری چرا نخندیدن. بعد این باعث میشد درون خودم بخندم و خیلی احساس خوبی برای خودم ایجاد میکرد، خستگی میرفت. مثلا سنس آف هیومر جز اون چیزاییه که باعث میشه آدما با انرژی ادامه بدن زندگی رو. خب اینه که یادتونه، حالا نمیدونم یادتونم نیست، اینو بدونید که اینو داشتیم. بعد اینا دوتا بودن دیگه، گفتیم این یکیش هم بگیریم برای این ور، این یکیش هم خریدیم، دقیقا مثل همونه. و اینکه جدای از اینا یه گیاهه خیلی خیلی جذاب با برگای بزرگ گرفتیم، اسمش من دقیق نمیدونم چیه، شبیه بابا آدم موزه نمیدونم چیه، ولی سایز برگش رو فقط ببینین نسبت به آباجور واقعا زیباست، بعد مثل پر میمونه،
یعنی نمیدونم پر پرنده رو دیدید یه شیار شیارایی داره اینجوری باز میشه هم میره تو هم، این همونه فرمش. خیلی دوستش داریم. غذای امروز که داریم درست میکنیم یه خوراکیه که مامان مشتبه همیشه درست میکنه، خیلی خوراک خوشمزه، یه خوراک لوبیا سبز. چیزایی که توش دارم مشتبه میگی؟ نمک. نداره فراوان نمک که تویی. گوشت و پیازه رو نمیداری؟ پیازه نه خوبه، مزه پیازه خورد شده است. مینی لوبیا سبز، هویج، گوشت و روب دیگه، مقدارش هم که خودتون میدهید خانمه، ما چشمی ریزیم خودتون بریزیم. یه خانم بازیگری هست که همیشه تو مثلا تو فیلم ها داد میزن و اینا، بعد یه صفحه آشپزی زده احتمالاً دیدی تو اینستاگرام، این چند روز خیلی خبر زیاد پخش شد که مثلا خیلی عصبانی موقع آشپزی درس دادنم. یه دیگه اندازه‌اش من نمیدونم، خودتون میدونید چند نفرین توی خونه، من حوصله ندارم اینا رو بگم، دقیقاً داشت ادای اونو در میآورد. این غذا خیلی غذای خوشمزه‌ایه، با نون ما میخوریم همیشه، یه خوراک خیلی خوشمزه است، مخصوصا به خاطر لوبیا سبزش. من خواهم یه چیز نشونتون بدم، یه چیز نمک. ببینمت. تو چرا اینجایی؟ آخ دعوایش کردن اومده اینجا. چرا با تو پخش کردن؟ دعوت کردن؟ آره؟ به کامل حرف زشت زدی؟ مامانت دعوت کرده؟ چرا به کامل حرف زشت زدی؟ چی کارت داشت؟ کلاسم تموم شد، الان کلاس داشتم، رفتم کلاس ترکی، اومدم هفته پیش. این استادی که بالاخره انتخاب کردم استاد خیلی خوبیه، یعنی خوب درس میده و خب خودش هم اهل استانبوله، لهجهشو من دوست دارم، خیلی استاد خوبیه، ولی خیلی گرامر بیسته، یعنی کلا فقط گرامر درس میده، گرامر درس میده، یه کمی با اون گرامر ما مکالمه داریم و سراغ مهارت‌های دیگه زبان نمیره. خیلی بر من عجیب غریبه، مثلا ریدینگ نمیره انتخاب کنه بیاره مثلا رو ریدینگ کار کنیم، یا مثلا لیسنینگ نمیذاره یا رایتینگ نمیده، کلا فقط گرامر درس میده و مکالمه، این چیزی که بلده. بعد هفته پیش یه جوری که ناراحت نشه، حالا بهش دوتا کتاب معرفی کردم که خودم اینجا پیدا کردم، دوتا کتاب خوبه، یکی برای مکالمه است، یکی هم برای شورت استوریز. مثلا بهش گفتم اینا رو میشه کار کنیم، گفت آره و اینا، و خب هر جلسه میپرسه میگه دوست داری امروز چه کار کنیم، روی این کار کنیم یا روی اون کار کنیم یا گرامر داشته باشیم. بعد خب من همیشه مثلا برای احترام بهش میگم خودتون انتخاب کنیم، و کلا هم دوست دارم که معلمم خودش بدونه میخواد چی کار کنه، یه برنامه‌ای داشته باشه. ولی حالا امروز خیلی بهتر بود، چون رفتیم سراغ یکی از اون دیالوگا، خیلی هم استاد نازیه، خیلی استاد خوبیه، کلا خیلی خوب مفاهیمو میرسونه به آدم، دوستش دارم خیلی. بعد امروز داشتیم در مورد فرهنگ اعاده صحبت میکردیم، که مثلا یه چیزیو برگردونی، توی یه سی خریدی دوست نداشتی میخوای برش گردونی، داشتیم راجع به اون صحبت میکردیم. اینجا توی استانبول نسبت به ایران خیلی راحته برگردوندن چیزی که خریدی، مثلا دوستش نداشتی، خیلی راحت میتونی بری پسش بدی، مثلا برات هدیه آوردن دوست نداری هدیه رو، یا اصلا اندازت نیست، خیلی راحت میبری پس میدی، حتی وقتی فیششو نداری هم میتونی پس بدی. ما این تجربه رو هم داشتیم، معمولا خیلی راحته. داشتیم راجع به این مسئله با هم دیگه صحبت میکردیم، بعد داشت یه سری به هم چیز میگفت، یه سری مثلا کلمه های کوچه بازاریشون رو میگفت، مثلا وقتی میخوای بگی یه چیز خیلی گرون شده از کازیک استفاده کنی، ولی گفت بیادبانه است، بهتر مثلا به دوستت بگی، به نری به اون فروشنده بگی. اینجوری مثلا میگی که بو تی شورت چو کازیک مش، یعنی چقدر دیگه گرون شده، مثلا مسخرش رو در آوردن، همچین چیزی احتمالا. و یه سخ جالب بچه ها داشت در مورد چیز میگفتش، میگفتش که تابوک گوشو، یعنی سینه مرغ که مثلا میخری بر درست کردن و اینا. بعد گفت یه دسری دارن اینجا، من تا حالا ندیدم البته، گفت یه دسری دارن به نام تابوک گوشو. بهش گفتم یعنی توش مرغ داره تو اون دسره، و اصلا شبیه چیز بود، شبیه مثلا کرم کارامل و اینا بود، عکسشون نشون داد. گفت آره، ولی من اصلا باورم نمیشه توش مرغ داشته باشه، اگه شما همچین چیزی رو تست کردین بهم بگین واقعا آیا تو دسره مرغ داره. اسمش هم تابوک گوشوه. من دیشب بچه ها
از صبح خیلی کار کرده بودم، بعد دیگه آخر شب هم نبود خیلی، ساعت مثلا 10 اینا بود، گفتم چیکار کنم برای تفریح خودم. رفتم الان میگم تفریح خندم میگیره، چون تو مشتبه گفتم که آخ چون الان برای تفریحم میرم یه کورس جدید از کورسرا میگیرم، بعد مشتبه گفت یعنی مورد این تفریحاتت هم، کجاش تفریحه؟ مشتبه بعدش میاد از درس خوندن و اینا برای من تفریحه واقعا. مثلا تفریح میری میشینی بازی میکنی، میری میشینی سریال میبینی، نمیری که کورس بگذرونی. بعد رفتم یه کورس گرفتم توی کورسرا که یه کورس آکادمیک رایتینگه، مثلا یه کورس مال دانشگاه ییل، مال دانشگاه استنفورد بود فکر میکنم، که در مورد رایتینگ نوشتن و ایناست. اونو گرفته بودم و داشتم جزوهشو مینوشتم. این چیزایی بود که دیشب یادداشت کردم. این اپ هم قبلا راجبش صحبت کردم، اپ گود نوتس. یه ویدیو توی اینستاگرام در موردش دارم که قبلا در موردش صحبت کردم، خیلی اپ خوبیه برای نوت برداری، منتها رایگان نیست، اپ پولیه، من چند سال پیش خریدمش. اینا رو رفتم واسه خودم نشستم نوت برداری کردم و اینا و لذت بردم خیلی. ببینید چه نور خوبی افتاده اینجا. بچه‌ها من انقدر خوابم میاد الان میخوام من بشینم درس ضبط کنم، ولی واقعا خستم. دیشب خیلی هوا طوفانی بود و اتاق خواب ما خیلی صدا میپیچید توی سقفش و وقتی هوا طوفانی من استراب میگیرم توی خوابم، اصلا نمیتونستم آرامش داشته باشم موقع خواب. بعد بیچاره انقدر غر زدم که مشتبه راضی شد بیایم پایین روی مبله بخوابیم. مشتبه بیچاره چون قدش بلنده روی مبله اذیت میشه موقع خوابیدن، ولی مهربونی کرد گفت بریم پایین بخوابیم. اومدیم اینجا خوابیدیم، روی این مبل خوابیدیم. در واقع این مبله تخت خواب میشه، اونشو میدی عقب تخت میشه. اومدیم اینجا خوابیدیم، ولی نصف شب انقدر واقعا جامون ناراحت بود که پاشدیم دوباره برگشتیم بالا. به خاطر همین که هی خوابمون تیک پاره شد، من الان خیلی خستم و خوابم میاد. از صدای این سگه حدس میزنم که مشتبه همین دورو بره، چون رفته با اسکوتر شکم. آره دیدیم مشتبه بود دقیقا، سگه خیلی به اسکوتر حساسه. خب دیگه مشتبه اومد، الان میخوام برم ضبط درس. قبلش گفتم بیام این پیامو جواب بدم، یکی از شماها توی اینستاگرام برام فرستاده و میگه که چطوری مثلا وقت میکنید که خونه رو همیشه تمیز نگه دارید و اینجور چیزا. به نظر من فکر میکنم که من و مشتبه که توی خونه کار میکنیم، از لحاظ اینکه همش توی خونه هستیم، نسبت به اونایی که از صبح میرن سر کار و شب برمیگردن خونه، وقت بیشتری برای تمیز کردن خونه داریم. این اولین فاکتور. درگیر مقایسه نشید یه وقت. خب ما همش تو خونه ایم، این وقت رو پیدا میکنیم مثلا. دومی که برای ما یه جوری حتی لازم تره، چون اگر خونه تمیز نباشه ما انرژی کار کردنمون میره اصلا. یعنی خونه باید تمیز باشه که آدم بتونه تمرکز کنه، بهتر کار کنه. برای همین ما معمولا به یه روتینی رسیدیم دیگه، خیلی برنامه ریزی شده بهش نرسیده، ما همینطوری اتفاقی اینجوری شده. ما هر روز صبح که پا میشیم اول خونه رو مرتب میکنیم، شبم قبل خواب یه دور خونه رو مرتب میکنیم، یعنی صبح که پا میشیم اونقدر اصلا خونه به هم ریخته نیست. منتها یه سری چیزا رو دوباره جابجا میکنیم، لباس شویی رو من میزنم، یا مثلا ظرف خاک گربه ها رو مشتبه تمیز میکنه، جارو میکشیم که فرشا تمیز باشن، یه سری کارهای کوچیک اینطوری و بعد از صبحانه انجام میدیم که همه چیز درست و تمیز و صاف باشه، تیک بخوره تو ذهنمون، بعد بریم سراغ شروع کارمون. موجود میگه بزنی؟ بچه ها سوال های سخت میپرسید، این سوال رو بخونید. یکی از شماها پرسیدید من کلاً برنامه ریزی هستم، کلاً همیشه در حال برنامه ریزی هستم، ولی معمولاً روز به روز و برای اون هفته برنامه می‌ریزم. ولی در مورد سال، من همیشه اوایل سال، مثلا سال نو، به چیزای بیشتر رفتاری که تو خودم میخوام تغییر بدم فکر میکنم. یعنی بزرگترین چیزی که برام اهمیت داره معمولاً اوناست، که مثلا کل سال رو دلم میخواد روشون متمرکز باشم، چون قطعا تغییره خیلی سریع هم برام اتفاق نمیافته. میدونم بر اساس تجربه که 5-6 سال طول میکشه آدم یه رفتارشو بتونه تغییر بده،
به خاطر همین مثلا یه سری چیزا رو توی ذهن خودم میارم که امسال میخوام روشون متمرکز باشم. بعضی آدما میدونم مینویسن این چیزا رو، خیلی هم راه خوبیه، ولی من هیچ وقت نمینویسمشون. معمولا فقط بهش فکر میکنم و بر اساس تجربه اون چیزایی که پیش اومده که سال پیش منو آزار داده، خب دنبال یه راه حل براش میگردم. من آدم راه حل پیدا کنم، کلا دوست دارم هر چیزی پیش میاد یه راه حلی بگردم براش پیدا کنم، دنبال یه راهی باشم که حلش کنم. برای همین بهش فکر میکنم که مثلا چه چیزایی من آزار داده که حالا میتونم بهش فکر کنم، تغییر کنم که دیگه از همچین چیزایی آزار نبینم، یا چه رفتارهایی داشتم که از خودم باعث شده ناراضی باشم، چه کار میتونم بکنم که دیگه ناراضی نباشم یا کمتر بشه این میزان نارضایتیه، یا چه چیزایی کم بوده توی زندگیم از لحاظ روحی روانی اونا رو اضافه کنم. مثلا همچین چیزایی. بزرگترین چیزی که توی این قضیه برنامه ریزی ها بهم کمک میکنه همین مدیریت زمانه. مدیریت زمان خیلی مهمه. یادتونه بهتون گفتم چند دقیقه پیش که من اصلا عادت کردم الان دیگه خیلی وقته که یه سری کامنت ها رو، یه سری پیام ها رو که ببینم پیام های آزاردهندهی هستن نمیخونم. یعنی همون اولش رو که خوندم خب میفهمم این پیام آزاردهنده است، دیگه کلا نمیخونمش، میذارمش کنار، میرم سراغ بعدی. این فقط یه مثال از مدیریت زمان برام، برای اینکه چرا من باید وقتم رو بذارم روی چیزی که میدونم قرار منو آزار بده و برای من آشغال فکری ایجاد کنه. یعنی الکی بشینم به یه چیزی فکر کنم که هیچ فایده‌ای نداره. یه سر چیزای این شکلی رو آدم میتونه داشته باشه، حذف کنه از زندگیش برای اینکه مدیریت زمانش بهتر بشه. یا مثلا همین که تلویزیون رو ما روشن نمی‌کنیم، به منظورم برای مثال اینه که آنتن تلویزیون رو، یعنی اینکه همینجوری کانال‌های مختلف ببینیم، مثلا کانال ورزش بزنیم ببینیم، کانال مثلا موزیک گوش کنیم، یا کانالی بزنیم یه سریال یا نگاه کنیم، یا همینجور رو هوا سعی میکنیم نریم سراغ اینجور چیزا، سعی میکنیم چیزایی که میبینیم و گوش میدیم انتخابی خودمون باشن، خودمون انتخابش کرده باشیم، نه اینکه بشینیم ببینیم برای ما رسانه چی انتخاب کرده. اینم یکی از اون چیزاییه که به نظرم خیلی باعث میشه که آدم وقتش رو بتونه سیف کنه، یعنی یهو نیفته توی سیاه چاله زمانی و ببینه وقتش رفت، از دست رفت. این هم یه چیز دیگه که به ذهنم رسید. امیدوارم جواب تو داده باشم دوست عزیزم. این چیه سرت بستی؟ هیپی شدی؟ چیزای درخت کریسمس کم کم برمیدارم وصل میکنم به خودم، دلم نمیاد درخت چم کنی. اون گردی هاشو گوشواره کن. چیکار میکنی؟ دارم رایتینگ تحصیل میکنم. توی تیم رایتینگمون دو نفر از مصححین این هفته امتحان دارن دانشگاهشون و نیستن، به خاطر همین رایتینگ ها مونده، خب باید توی 48 ساعت تصحیح بشه. خودم یه لحظه شد نشستم دارم تصحیح میکنم و خیلی لذت بر. این چی بوده خوردی؟ لبو. او درست شده؟ آره آره آماده است. این رایتینگ دوره مبتدی 4 فاطمه. فاطمه اگر میبینی این ویدیو رو ببین، من داشتم رایتینگ تو رو تسلیم کردم، درس 23 دوره مبتدی 4 رایتینگ عالی نوشته ها. چی نوشت براش؟ من اینجا تسلیم کردم واسش، بعد براش نوشتم سلام فاطمه عزیز، خسته نباشی با این رایتینگ زیبایی که ارائه دادی، چقدر پاراگراف اولت زیباست، همه چیز سر جای خودشه، اون جمله‌ای که برات سابس کردم و خیلی به جا به کار بردی، مثال زدن برای بست جوشو درست کنم، برای بست حرفی که زدی یکی از مهمترین مهارت ها در رایتینگ آیلسه، تو از الان داریش، خیلی واقعا خوب استفاده کرده اینجا از مثال. و خب بهش یه سری نکته ها گفتم، فرق everyday و everyday رو بهش گفتم، اینجور چیزا. چیه فرقش everyday و everyday؟ این که به هم چسبیده یه کلمه از صفته، یعنی روزانه، مثلا everyday life، ولی everyday که جداست یعنی هر روز. خلاصه به این شکل بریم نهاییش کنیم. الان نوتیفیکیشن واسهش میره توی سایت، رایتینگ آماده است. بچه فردا بابای من عمل داره، در این تاریخی که دارم ویدیو رو میسازم میخواد زانوش رو عمل کنه، چون زانوش دیگه وضعش خیلی خرابه و بیچاره خیلی با درد راه میره. امیدوارم که عملش خوب پیش بره، نگرانی ما هم تموم بشه و خودش هم از شر این درده خلاص شه، بتونه خوب راه بره.
خودش که خیلی ذوق زد از واسه این عمله، یه جوری انقدر درد کلافش کرده که ترجیح میده که زودتر این عمله انجام بشه و حالش خوب بشه. بابای من سنش خیلی زیاده، به خاطر همین خیلی نگرانش هستیم برای عمل، ولی خب همه آزمایشاش و اینا خوب بود و وضعیت خوبی داره بدنش. امیدوارم که عملش خوب پیش بره. الان واسه خودمون لبو گذاشتم، میخوام لبو درست کنم. بعد هوس کردم، هوس اون چیزا رو کردم، اون توی خیابون میرفتیم توی پارک فی و تجریش و اینا، تو سرمای زمستون از کنارشون رد میشدی، بخار لبو و باقالی و اینجور چیزا دلتو میبرد. هوس اون بخاره رو کردم که الان دارم برای خودمون ایجادش میکنم. مرسی که تو این ویدیو همراه من بودید، مثل همیشه ممنون که هستید، نظراتتون رو مینویسید، با هم صحبت میکنیم. خیلی زود میبینمتون.